پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. حادثه دردناک پرپر شدن 5 تن از سربازان ایرانی در تهاجم تروریست ها به برجک مرزبانی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران دلهای بسیاری را اندوهگین و خانواده هایی را داغدار کرد و موضوع سربازی اجباری را مجدداً در رسانه ها و افکار عمومی ایرانیان برجسته نمود. در این برنامه پانوراما تلاش می‌کنیم به این موضوع بپردازیم و ابعاد مثبت و منفی سربازی اجباری در ایران را به بحث و نقد و گفتگو بگذاریم. همواره قدیمی‌ها و پیرترها به پسران جوان تازه دیپلم گرفته می‌گفتند می‌روی سربازی آدم می‌شوی، و خودشان خاطرات تلخ و شیرین فراوانی از دوره سربازیشان برای فرزندان و نوه‌هایشان تعریف می‌کردند. اما به نظر نمی‌رسد دیگر نسل پسران جوان امروزه تمایلی به آدم شدن و خودسازی زیر پرچم نظامیان داشته باشند و بسیاری آن را در کنار آفات و آسیب‌های فراوان اتلاف وقت می‌دانند. اگر به ابتدای تصویب قانون وظیفه عمومی در دوره پهلوی اول در سال 1304 شمسی نگاه کنیم، هدف سربازی اجباری به کارگیری نیروی جوان برای دفاع از ایران در برابر تهاجم خارجی بوده است. اما همه خوب می‌دانیم که غیر از جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، در 100 سال اخیر بهانه دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی عملاً سالبه به انتفاع موضوع بوده است. حتی اگر چنین هدفی هم مد نظر باشد، به مجرد آغاز یک تهاجم خارجی می‌توان با جذب جوانان مشمول نیروی لازم را آماده کرد. به همین مناسبت خالی از فایده نیست که نگاهی گذرا به تجربه های دنیای مدرن بیندازیم و ببینیم ارتش های قوی سایر ممالک چگونه نیروی انسانی خود را تأمین می کنند. آنچه در دنیا و اکثر کشورهای پیشرفته جریان دارد، سربازی حرفه‌ای نام دارد. در بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه در آلمان و فرانسه و بریتانیا، حتی از مقطع دبیرستان دانش آموزان جذب رشته‌های نظامی می‌شوند و به جای رفتن به دبیرستان عادی، رشته نظامی را در دبیرستان‌های زیر نظر ارتش و وزارت دفاع آن کشورها انتخاب و تا مقطع دیپلم متوسط همراه با آموزش‌های تئوری و عملی آمادگی جسمی و علمی لازم را برای ورود به قوای نظامی با رسته‌های مختلف کسب می‌کنند. از مقطع دیپلم متوسطه به بعد هم بسیاری از جوانان جذب ارتش می‌شوند تا سربازی حرفه‌ای را با درجات نظامی پایین آغاز نمایند. اما این جذب با تست‌های ورزشی و علمی سخت و دشوار همراه می‌باشد. جوانانی که از تست ها موفق بیرون بیایند، ابتدا به صورت آزمایشی و بعداً به استخدام قطعی و رسمی ارتش در می آیند و از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار می شوند و می توانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و حتی ارتش در شهرک های مربوطه به ایشان و همسر و فرزندانشان مسکن ارزان و خدمات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی ویژه هم می دهد. و جوانان استخدام شده هرگز نگرانی از آتیه خود ندارند که هیچ موفقیت در استخدام سربازی حرفه‌ای را شانس بزرگی در زندگی خود می دانند. اما سربازی اجباری در ایران در کنار مخاطرات جانی نه آتیه ای برای جوانان دارد و نه موجب رشد فکری و جسمی و خودسازی ایشان می شود. به ویژه سربازی اجباری در مناطق محروم و دورافتاده روحیه جوانانی که به آن مناطق اعزام می‌شوند را چند برابر تضعیف می‌کند و قشر جوان کشور که باید سرمایه انسانی آینده‌ساز ایران باشند در همان ابتدای جوانی حس یأس و ناامیدی پیدا می‌کنند و برخی در همان مراحل اولیه آموزشی حتی دست به خودکشی می‌زنند. از سوی دیگر خانواده هایی که فرزندانشان را به سربازی اجباری آن هم در مناطق مرزی و پرخطر می فرستند معمولاً از خانواده های کم برخوردار هستند که نفوذ و رابطه ای با ارکان قدرت ندارند تا
فرزندانشان را با اصطلاحاً امریه به وزارتخانه ها و مراکز اداری مربوط به سربازی نور چشمی ها و آقازاده ها بفرستند. مجموعاً سربازی اجباری نه تنها عامل خودسازی جوانان نیست، بلکه به ویژه در مناطق محروم علاوه بر اتلاف وقت موجب بروز بحران‌های روحی و جسمی است، تازه اگر از تهاجم قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌ها جان سالم به در ببرند. پیغمبر خدا گرفتار ده ها جنگ تحمیلی شدن در این 10 ساله، معزاله که یک مورد نداره پیغمبر خدا به یه نفر الزام و اجبار کرده باشه. سربازی اجباری در حکومت پیغمبر خدا نه، ارتش اجباری در حکومت پیغمبر خدا نه، نبود. بگردن مردم تاریخ را، جوانای مؤمن و با غیرت بخورید اینا را به دنیا عرضه کنید. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، مهمانان من در این قسمت از پانوراما جناب حجت الاسلام محمد جواد خلیلی از تهران و جناب احسان مهرابی از برلین هستند. با ما همراه باشید تا بیشتر در این زمینه بگوییم و بشنویم و از نظرات و کامنت های شما بهره ببریم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت میهمانان محترم برنامه امشب پانوراما، جناب حاج آقای خلیلی و جناب مهرابی عزیز. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه. سلام و عرض ادب دارم محضر شما بینندگان عزیزتون. درود بر شما. سوال اول رو از جناب دکتر خلیلی آغاز میکنم. جناب خلیلی، سربازی اجباری و محدود کردن آزادی انتخاب و آزادی شهروندی جوانان آیا دلیل شرعی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار دوست می‌داشتم که دوستان یا کسانی که از این مدل مالیات بر عمر از نظر شرعی و قانونی دفاع می‌کنند اینجا حضور می داشتن، چون البینت و علل مدعی. اما به نظرم خوب ما یه تقسیم بندی بکنیم، بگیم کدوم یکی از مدارس چی می تونیم ازش در بیاریم. فرض بکنید ما بگیم اون اسلام فقاهتی سنتی در فقه شیعه، آیا چیزی طی چه فرایندی یک وجوب درست می کنه؟ وجوب تو چه بخشی؟ برای یک مکلف میخواد به شما بگه شما واجبه که برات 100,000 تومان خمس پرداخت کنی، مالیات بدهی، واجبه بر تو جهاد کنی، یه وجوب میخواد درست کنه. این وجوب رو میبره روی ادله شرعی در اون چارچوب پارادایم اجتهاد که یک بالاخره یک سری ادله فقاهتی، آیات، روایات، دست از آیات روایات کوتاه شد سراغ اصل عملی. اگر ما قائل باشیم که ما یه طیف سنتی، یک اسلام سنتی داریم که یا یک فقه سنتی داریم که نمایندگانی مثل مراجع فعلی ما از فرض کنید آیت الله العظمای نائینی و خویی بگیریم تا مرحوم مجدد شیرازی تا آقایون مراجعی که الان هستن، قاطبه شون رو تو این دستبندی بخوایم لحاظ کنیم، اینا میگن ما باید دلیل داشته باشیم، یعنی باید ببینیم امام معصوم چیزی از او روایتی صادر شده، از او حرفی صادر شده که من ناظر به این میتونم وجوب درست کنم، میتونم محدود کنم آزادی شخص رو، میتونم او رو مجبور کنم که بخشی از مالش، بخشی از داراییش، بخشی از آزادیش، از بخشی از حقش کوتاه بیاد.
واقعش توی این پارادایم ما چیزی نداریم. حالا آقایونی که الان از این بخش دفاع میکنن معمولا با این نگاه دفاع میکنن، یک چوبی دارن، این چوب توان جادوگری داره، اون فقه المصلحه هست، یک اختیارات تامی تحت و ذیل عنوان مصلحت درست میکنن برای فقیه یا حاکم اسلامی، بعد میگن خب حالا هر تصمیمی که اون گرفت در مباهات، هر میزان تصرف کرد، هر عقدی رو تونست خراب کنه، هر عقدی رو تونست یک طرفه باطل کنه، واقعش با اون فقه المصلحه خب آیون میتونن ازش دفاع کنن. اما اگر ما باشیم این پارادایم اجتهاد و این وضع، این مجموعه از ادله، ما چیزی نداریم که بتونیم وجوب درست کنیم، بگیم آقا بیا دو سال، سه سال، یه سال از عمرت، یا در ازاش وجهی پرداخت کن، پولی بده، اصلا سربازی نرو. خب اون پول به چه وجه شرعی من شما اجازه دارید در مال من تصرف کنیم؟ به چه وجه؟ خب دلیل نداره. به سیره مراجعه کنیم، امام معصوم، حالا یا حاکم اسلامی، چه دوره پیامبر، چه دوره محدود، فرض کنید آقا امیرالمومنین که مثلا 5 سالی حکم داشتن، حکومت داشتن، اگر مسئله پیش میاد مثلا در دفاع از کیان اسلام، اعلام جهاد میکردن. اون کسی که توانایی داشت، توانایی جسمی داشت، توانایی حرکت داشت، با یه سری شرایط بر او واجب میشد بیاد لشکر اسلام رو حمایت کنه. این که تحت هر شرایطی در جنگ و صلح، در وجود تهدید و عدم وجود تهدید، این مقدار آزادی رو اینجوری واقعش مسبوق سابقه نیست. اضافه بر این که حالا دیگه تجربه این چند سال ما هم همینطور هست، میگه من از یادها نمیره واقعا در دهه 60 یکی از پربسامدترین انتقادات به دو دوره حکومت پهلوی اول و دوم، اقدامات رضاخانی رو میخوندیم توی تاریخ و تعلیمات اجتماعیمون، یکی صنعت مونتاژ فوش بهش میدادن، یکی هم اقدامات رضاخان، که یکیش همین این فرض کنید سربازی. خب اگه این دوتا اقدامات بدی بود، خب چرا ادامه پیدا کرد؟ خب چرا هیچ نیتی بر اصلاح این اقدامات غیر شرعی وجود نداره؟ حتی در همون موقع هم راهپیمایی در مشهد و در شیراز ما گزارش تاریخی داریم که از سوی مردم، از سوی روحانیون مخالفت میشه با این قانون عرضم خدمت و سربازیش بوده، بلا الهی یومنا هازا، بدون هیچ دلیل شرعی. حدود یک قرن هست که این قانون سربازی اجباری در ایران بدون هیچ اصلاحیه و بازنگری در حال اجرایی و عملی شدن هست. متشکرم جناب دکتر خلیلی. اما جناب مهرابی گرامی، آیا طبق آنچه مسئولین امر میگویند سربازی اجباری در 14 دهه قبل به تربیت و توسعه فردی و حرفه‌ای جوانان کمک کرده است؟ اصولا دلیل اصرار حاکمیت ایران بر سربازی اجباری چیست؟ بخش اصرار بر سربازی اجباری به نوعی میتونه اون موضوعی باشه که احساس میکنن بر روی جوانان میتونن کنترل داشته باشن. به هر حال شما اگر اجباری داشته باشین میتونین با این قانون در دورهای مختلف بازی بکنین، یعنی یک زمانی اون را افزایش بدین، کم بکنین، بفروشین، و در دوره هایی که به هر حال لازم هست در فضای متناسب با اون سیاست ها بر روی جوانان کنترل داشته باشین. بخشی از موضوع هم به نظر میرسه که اقتصادی هست، یعنی به هر حال بعد از دوره جنگ ایران و عراق نهادهای نظامی در ایران خودشون به شکل‌های مختلفی به نهادهای اداری و حتی اقتصادی تبدیل شدن، و از این جهت به هر حال نیروی کار رایگان هم بخشی از اون برنامه‌های اقتصادی هست که این نهادها دارن، و از این جهت نمیخوان از اون منافع اقتصادی چشم پوشی بکنن. در دوره‌ای هم که موضوع خرید خدمت سربازی مطرح شد، به هر حال درسته که گروه‌های زیادی از جوانان از اون استقبال می‌کردن، اما خود همین موضوع به هر حال یک تناقضی را ایجاد کرده بود در سیاست‌های جمهوری اسلامی که مجبور شدن اون موضوع فروش سربازی را محدود بکنن و حالا در دوره‌های خاصی اون را اجرا بکنن. نکته دیگه درباره کنترل بر روی جوانان، موضوع عفوهایی هست که آقای خامنه‌ای میده، یا به تعبیری حالا این عنوان را به کار میبرن که سربازی را میبخشن یا حکمهایی صادر میکنن که مثلا تیپ‌های مختلفی از
جوانانی که خدمت سربازی نکردن دیگه اون محدودیت‌ها درباره‌شون اجرا نمیشه. خود این موضوع هم در دوره‌های مختلفی به هر حال بر فضای اجتماعی جامعه تاثیرگذار بوده، به خصوص دوره‌ای که اون حکم شامل افراد زیادی می‌شده. از این جهت به هر حال باز هم به عنوان یک ابزار کنترل بر روی جوانان استفاده شده. از این جهت منافع سربازی اجباری به گونه‌ای هست که در نهایت حداقل در فضای فعلی حاکمیت از اون نمیتونه چشم پوشی بکنه. درود بر شما، متشکرم. جناب حاج آقای خلیلی، جناب مهرابی به کنترل و سیطره جوانان اشاره کردند. این کنترل، سیطره و محدودیت ها و محرومیت هایی که جوانان در دوران سربازی اجباری تا قبل از اخذ کارت پایان خدمت دارند، آیا هیچ وجاهت شرعی و دلیل شرعی هم دارد؟ ببینید، باز داره برمیگردیم سر همون دو مدرسه. ببینید، ما در دو نقطه اجبار وجود داره بدون دلیل شرعی. ببینید، اول همه میگن بیا دو سال اجبار، بیا اجباری بگیر، یعنی بیا زیر پرچم خدمت کن. خب این اولینه. خب اجبار دوم کجاست؟ اجبار دوم اینجاست، میاد از یک این دو سال رو به گروگان میگیره، میگه خب حالا که این رو نرفتی به جا بیاری، برای اینکه مجبور بشی به زیر به این فشار تن بدی، اجازه نمیدم سفر خارج بری، اجازه نمیدم معامله کنی، اجازه نمیدم حساب باز کنی. خب تو دورهای مختلف اینا تو دورهای مختلف دیگه. حالا در زمان جنگ خیلی سخت‌تر بود، اتوبوس میذاشتن جلوی جای مختلف، یهو جوانا رو میریختن توش، هر کی کارت خدمت به زور میوردن پادگان، حتی تا این حد. یعنی دو تا در دو نقطه این اجبار بدون دلیل شرعی. فرض رو میذاریم مثلا شما قانون شرعی تصویب کردید که من باید سربازی به جا بیارم. حالا من قانون شرعی وجوب سربازی رو عمل نکردم، خب بنابر مبنای شما من مرتکب حرام شدم، اون محرومیت از حقوق شهروندی اون دیگه باز به چه دلیلی؟ خب اونم باز دوره دلیلی میخواد، یعنی این که من معامله نمیتونم بکنم، من خارج نمیتونم برم، من سند به نامم نمیشه، ازدواج نمیتونم بکنم، تمام آنچه که از آزادی ها از حقوق ابتدایی ترین حقوق منه رو گروگان میگیرید برای اینکه برم اون دوست. یعنی در دو جا حاکمیت با استفاده از ابزاری که داره بدون دلیل شرعی میاد. عرضم خدمتتون که این مطلوب خودش رو دنبال میکنه. من تقریبا با غالب فرمایشات جناب مهرابی همدل هستم. ببینید، من خودم این دوره رو گذروندم قبل از اینکه مشغول تحصیلات حوزوی بشم. مهر ماه 1373 نزدیک 12,000 نفر از یکی از حوزه‌ها که نمیخوام نام ببرم اعزام میشن به یک پادگان. بعد از دو ماه این 12,000 نفر توزیع میشن به عنوان راننده، نگهبان، دفترنویس، انواع کارهای خدماتی. اون موقع حقوق یه سرباز 700 تا تک تومانی بود، حقوق یک درجه داری که در استخدام فرض کنید اون نیروی امنیتی یا نیروی نظامی بود تقریبا 24,000 تومان بود. ببینید این چه تفاوت معناداریه و چه مقدار آورده اقتصادی داره که دوستان میگن اگر سرباز رو از بدنه این نیرو بیرون بکشیم غالب نیرو زمین میمونه، یعنی این آورده اقتصادیش به کنار. بعد حالا اینا چه عوارضه باید بحث کرد که اینا چه عوارض روحی و روانی و چه بلایی بر سر روح و روان افراد میاره. اون بخش اطاعت پذیریش به نظر من اون ترسیخ فرهنگ اطاعت پذیری خیلی مهمه، یعنی به شما آموزش میده اطاعت محض رو، نه یک تربیت دموکراتیک، تربیتی که شما بتونی به کار خلاف قانون اعتراض کنی، نه نظامیگری یعنی تنبیه برای همه، تشویق استثنائاً برای یک نفر. اینو در شما در اوج جوانی شما این رو بر شما نهادی نمیکنه، تمام اعتماد به نفستون از تو در اون دوره جوری سلب میکنه که تا سالها باید رو خودت کار کنی این اعتماد به نفس رو به دست بیاری. حالا اگر واقعا مجال این بود که تحقیق میشد که چه اتفاقاتی در اون دوره ها افتاده، خاطرات شخصی خودم، مشاهدات شخصی خودم، باور بفرمایید که امکان گفتنش از این تریبون برای من الان وجود نداره که با روح و روان افراد چه کار کرده. من میزان خودکشی ها، میزان افسردگی ها، حالا این شهادت و کشته شدن این بندگان خدا
که تو برجک بودن، عرضم خدمت تو این قابل شمارش، قابل احصائه. ولی اون آسیب‌هایی که زیر پوست این نهادها و سازمان‌ها به روح و روان افراد وارد می‌شه، واقعا اینا تحقیق روش نمیشه. عذرخواهی می‌کنم مثل بازار عرضم طول کشید، ببخشید. متشکرم. جناب مهرابی گرامی، چه راهکارهای جایگزینی برای سربازی اجباری وجود دارد؟ دولت و مجلس چه اقداماتی را در این زمینه تا کنون انجام دادند؟ طرح‌های مختلفی در این باره ارائه شده که از جمله مشهورترینش سربازی حرفه‌ای هست. یعنی به جای اینکه به هر حال افراد به 2 سال سربازی برن، اونهایی که علاقه‌مند هستن بتونن 5 سال سربازی برن و اما در این مدت حقوق دریافت بکنن، نه اینکه در واقع سربازیشون اجباری و رایگان باشه. طرح‌های دیگر اینه که دوره سربازی در دوران صلح کاهش پیدا بکنه و محدود به دوره آموزش باشه یا دوره 1 ساله باشه، که به هر حال در اون دوره هم باز افرادی که بخوان میتونن که مقدار بیشتری سربازی بگذرونن، اما به این عنوان که بابت سالهای بعد حقوق دریافت بکنن. به جز اینها طرح‌های دیگری مطرح شده که در واقع در به نوعی حالا مکمل همین 2 طرح اصلی هست. اما اون طرح اولیه یا طرح اصلی که بیشتر درباره جایگزینی مطرح میشه همین حرفه‌ای بودن سربازی است، که افرادی که به هر حال تمایل دارن بتونن اون بخش‌های نظامی رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرن. بخش دیگری هم که حالا به نوعی اجرا میشه اما خیلی محدود هست، همون امریه هست که افراد به هر حال دوره آموزشی رو بگذرونن اما اما اون مقدار بعد سربازی را مشغول به کاری بشن که در اون تخصص دارن، که البته اون هم حالا باید حداقل یک حقوقی دریافت بکنن که ممکنه متناسب با اون حقوقی که بابت کار اصلی دریافت میکنن نباشه، اما به هر حال وضعیت فعلی هم نباشه که عملا تقریبا اون حقوقی که دریافت میکنن نزدیک به صفر هست. اما خب این طرح‌ها با وجود اینکه بارها مطرح شده اما اساسا اتفاقی در موضوع نیفتاده و دولت‌ها و مجالس مختلف، حتی دولت هایی که به تعبیر رایج اصولگرا بودن یا مجالسی که اصولگرا بودن، هم نتونستن وضعیت فعلی رو تغییر بدن. جناب مهرابی، چون تنها چیزی که صاحبان منافع خودشون که در حال بازنگری، یعنی کسی که خودش منافع داره داره قانون تصویب میکنه. آقا کسی برای هیچ جای دنیا اینجور نیست که کسی که صاحب منافع هست برای منافع خودش قانون تصویب کنه. خب معلوم است این همه رایگان هیچ ارگانی نمیگذره، هیچ ارگانی حاضر نیست از این همه نیروی رایگان بگذره. اون وقت اون بخش تقنینی با همین ارگانی هست که منافع داره، مثل که مثلا خود پزشکا جمع بشن حقوق ویزیت خودشون رو خودشون تعیین بکنن، اونجوری که نمیشه. بعد یک کسی یک نظارتی یک قوه بالاتری که مثلا حمایت از مصرف کنندگان هم باید جزءش باشه. جاهای دیگه دنیا هم همین جوریه، هر کسی برای خودش که قانون تصویب نمیکنه، برای منافع خودم قانون تصویب کنم، مثلا من تصویب کنم که من چقدر حقوق بگیرم. خب اینا خودشون صاحب منافع هستن، صاحب منافع که برای خودش نباید قانون تصویب، برای همین به نتیجه نمیرسه. حتی اون محدود بودنش هم باز فایده نداره، یعنی باید کاملا عنصر اختیار باش توش، باید توش دیده بشه. جناب مهرابی، عنصر اختیار این اصل بر اینی که من وجوبی ندارم، اصل بر آزادی فرده، اصل بر این که من حق دارم از تمام عمرم اونجوری که خودم میخواهم استفاده کنم. اگر کسی میخواد برای من تصمیم بگیره باید عنصر اختیار و آزادی منو لحاظ بکنه، الا در حالت واقعا اقل کار، در حالت استثنایی، جنگ، شرایط ویژه، خدمات مدنی، و الا خلیه. و طبعا تو این وضعیتی که هستیم هیچ کسی حق نداره برای من وجوب درست، من شهروند رو عرض میکنم، برای شهروند هیچ کس نمیتونه وجوبی درست بکنه. جناب مهرابی، شما الان فرصت دارید اگر کامنتی دارید در صحبت جناب دکتر خلیلی بفرمایید. و به همون موضوعاتی برمیگرده که آقای خلیلی گفتن، بخشی هم در واقع مربوط به اون به تعبیری مقدس شدن نهادهای نظامی هست در جمهوری اسلامی. یعنی اون ساختارهای نظامی عملاً مقدس شدن و اتفاقا درباره خدمت سربازی هم حالا به عمد عبارت مقدس اومده که
یک حاشیه‌ای درست بکنه که کسی نتونه وارد این حریم امن بشه. حتی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شاید این موضوع بودیم که مثلا افرادی مانند آقای قاضی‌زاده هاشمی که الان رئیس بنیاد شهید هستن احساس میکردن اگر موضوع سربازی رو بیان مطرح بکنن میتونن رأی بگیرن. اما حتی قبل از انتخابات ستاد کلی نیروهای مسلح هشدار داد که هیچ کدوم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمیتونن یا حق ندارن وارد موضوع سربازی بشن. از این جهت به هر حال اون حاشیه یا حریمی که برای مجموعه نظامی تعریف شده در جمهوری اسلامی هم تأثیر ویژه‌ای داره درباره اینکه افراد یا نمایندگان مجلس گروه‌های مختلف نتونن وارد حریم سربازی بشن. متشکرم. و اما آخرین سوال از جناب دکتر خلیلی. با توجه به اینکه پیامبر در جنگ‌های دفاعی حتی یک نفر را هم مجبور به حضور در جنگ نکردند، آیا سیاست سربازی اجباری با مبانی دینی سازگار است؟ اجباری بودن سربازی چه عوارض و آسیب‌های فردی و اجتماعی دارد؟ واقعش این که اون بخش اول سوالتون رو یه اشاره بهش کردیم. ما باشیم و این پارادایم اسلام سنتی یا فقه سنتی از توش نمیتونیم وجوبی در بیاریم، یعنی ادله دستش کوتاه از این که بتونه در اون بخش مباهاتی که من دارم در اون بخش آزادی من تصرف بکنه. غیر از آقا امیرالمومنین حتی دوره کوتاه تصدی آقا امام حسن مجتبی ما شاهد جنگ هستیم بین دو بلوک قدرتی که در شام و در مدینه شکل میگیره، اما شما نمیبینید عنصر اجبار حضور داشته باشه. در دوره خود پیامبر در دوره امیر حتی اون خطبه ای هست که من هی شما را ترغیب به جهاد میکنم و شما کاهلی میکنید. باز دوره شما نمیبینید که فرض کنید اگر کسی جهاد نیاد از هفته دیگه از ماه دیگه حقوقش از بیت المال من قطع میکنم، حقوقشو نصف میکنم، به خانوادهش حقوق نمیدم. هیچ کدوم از این اقدامات رو شما شاهد نیستید، همون اقدامات تهدیدی. اما عوارض واقعا یک برنامه جداگانه میخواد که این افراد از تجربه شخصی و تجربه های خودشون گفته باشه که چه اثر روحی روانی روی فرد میذاره اون دوره، تا بعضی از اثراتش واقعا تا سالها باقی میمونه. فرض کنید نوجوان 18 ساله 19 ساله رو تصور بکنید، اینو از خانوادهش از پشت میز دبیرستان دو ماه بردنش توی آموزشی، یادش دادن اسلحه رو چجوری باز و بسته کنه، بعد رفته اجرای احکام قوه قضاییه، حالا با اعدام و جنازه و اینا روبرو هست. یا بهش میگن من این تجربه شخصی خودم، در یکی از شهرها اعدامی حضور داشت، من هم باید میرفتم برای تهیه گزارش از اونجایی که خدمت میکردم، افسری که در میدان بود به من گفت این پیکر رو بیار بکنم، نمیتونم من واقعا وحشت میاد. تا سالها من بعد خودم رو حواسم به خودم میبود که اون صحنه از خاطرم بره. یعنی اثرات روحی روانی جسمی فرهنگی فاجعه باری داره. چرا؟ چون یک نیروی بدون هیچ نظارتی دو سال تمام اختیارات حیاتش در اختیار یک نهاد بدون هیچ نظارتی، ببینید چه فجایعی احتمال حضورش هست. بله اونهایی که رانت قدرت رو در اختیار دارن، اونهایی که آقازاده هستن توی شرکت‌های پدری و خانوادگیشون تو کارتل‌های مجموعه کارتلی خانوادگی اونجا با امریه خدمت میکنن تو جماران و شمیرانات و تو بهترین مناطق ارزم خدمتون تهران. اما ما صحبت اون سر اون کساییه که واقعا دستشون از همه جا کوتاه، وارد این سیستم میشن بدون هیچ نظارتی، خودکشی‌ها، خودسوزی‌ها، افسردگی‌ها، اینا هیچ تجربه‌ای در اون مشاهدات شخصی رو عرض می‌کنم، دارم عرض می‌کنم واقعا مشاهدات شخصی فاجعه رو نشون میده. عذرخواهی می‌کنم، ببخشید. متشکرم. جناب مهرابی، چرا هر گونه اقدامی برای اصلاح قانون سربازی اجباری در ایران تاکنون بی‌نتیجه مانده است؟ بخشی در واقع به ساختار نیروهای مسلح برمیگرده که ساختار نیروهای مسلح زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تعریف شده و هر اقدامی هم که مجموعه دیگر بخوان در این باره انجام بدن عملا با مخالفت شورای نگهبان روبرو میشه، چون این دامنه قانونگذاری به مرور محدودتر شده و عملا درباره سپاه، ارتش یا بخش‌های نظامی میشه گفت که مجلس دیگه به صورت کلی نمیتونه هیچگونه قانونگذاری بکنه مگه اینکه خود اون نهادها موافق این قانونگذاری باشن. از سوی دیگه الان حتی در حوزه‌های معمولی هم اختیارات
کلی به نهادهایی مانند سران سه قوه داده شده و اونها هستن که در واقع حتی اختیار قانونگذاری دارن. دیگه موضوع سربازی یا بحث های اینچنینی که اتفاقا بحث خیلی خاصی هست و به صورت قطعاً دیگه مجلس نمیتونه درباره اون تصمیم گیری بکنه و فعلا هم سیاست های کلی نظام بر این تعلق نداره که هیچ تغییری حتی تغییر محدودی در خدمت سربازی رخ بده. در فضای عمومی جامعه هم درسته که در سالهای اخیر یک سری حرکت ها شکل گرفته که با خدمت اجباری مخالفت بشه، اما اون حرکت ها خیلی جدی نبوده به گونه ای که حالا چه بر ساختار حاکمیت تأثیر بذاره یا یک جریان خیلی جدی در فضای عمومی جامعه ایجاد بکنه. متشکرم از میهمانان محترم برنامه امشب، جناب دکتر خلیلی و همچنین جناب مهرابی گرامی که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. همچنین تشکر میکنم از شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام. با ادامه برنامه پانوراما در خدمت شما هستیم. سلام، به اخبار شیعه در افق پانوراما خوش آمدید. به گزارش الکفیل، آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام فناوری جدیدی را برای محافظت از گنبد مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و افزایش استحکام آن به کار گرفته است. حسن سعید مهدی، مسئول واحد آینه‌کاری در اداره تعمیرات و مهندسی ساختمان آستان گفت به توصیه دبیرخانه آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، داربست آهنین برای افزایش انسجام و محافظت از آن به منظور مقاومت در برابر نوسانات شرایط آب و هوایی در دراز مدت نصب شده است. مهدی تاکید کرد این گنبد سالم است و دچار هیچ گونه ترک نمی شود. کار نصب لوله ها فقط برای افزایش استحکام و انسجام آن بوده است. فرمانداری بغداد با صدور بیانیه رسمی از آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده نزدیک خبر داد. در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. این بخش از طرح توسعه 740 متر طول و 20 متر عرض و 6 متر ارتفاع خواهد بود. این بیانیه افزود در این طرح از جدیدترین و بهترین متدهای روز دنیا به ویژه در بخش ورودیان استفاده شده است. در این بیانیه همچنین آمده برای اجرای این طرح همه هماهنگی‌های لازم بین شهرداری شهر مقدس کاظمین، دفتر نخست وزیری عراق، آستان مقدس امامین کاظمین علیهم السلام و بقیه دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است. گفتنی است طرح توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین به رفت آمد زائران کمک زیادی خواهد کرد و موجب تسهیل این امر خواهد شد. بر اساس بیانیه سازمان بقی، 3 تن از حجاج شیعه آمریکایی پس از 12 روز بازداشت در عربستان سعودی آزاد شدند و به سلامت به خانه های خود بازگشتند. این افراد پس از نماز عشاء بدون هیچ دلیل و شبهه‌ای در مسجد النبی بازداشت شدند. یکی از این شیعیان به نام شفیق بادر با اشاره به پیراهن مشکی نام امام حسن علیه السلام که هنگام زیارت ائمه بقی بر تن داشت میگوید ما را به خاطر پیراهنی که میپوشیم بازداشت کردند. وی آزادیش را مرهون الطاف خداوند و عنایت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میداند و خاطر نشان میکند که در غیر این صورت مدت زیادی بازداشت و به اشد مجازات محکوم میشدند. لازم به ذکر است که قبرستان بقی در 1 قرن پیش توسط سنی های تونرو تخریب شد، اما همچنان توسط شیعیان اهل بیت که مشتاق بازسازی این مکان مقدس هستند زیارت می شود.
بر اساس گزارش شاخص بردگی جهانی 2023 که روز چهارشنبه منتشر شد، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن در جهان را دارا هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محتوای گزارش شاخص بردگی مدرن 2023 تصریح ساخت، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان بردگی مدرن را در جهان داشته و وضعیت بردگی مدرن در سطح جهانی از زمانی که آخرین مورد از چنین مطالعی در 5 سال قبل انجام شد رو به وخامت رفته است. این گزارش که توسط بنیاد خیریه حقوق بشری والکفری گردآوری شده، موارد بردگی مدرن را شامل کار اجباری، ازدواج اجباری، اسیر بدهی شدن، استثمار جنسی تجاری اجباری، قاچاق انسان، کارهای شبه بردگی و فروش و استثمار کودکان می داند. در فهرست 10 کشور اول دارای بیشترین میزان بردگی مدرن در جهان، نام عربستان سعودی، امارات متحده و کووید نیز به چشم می خورد. همچنین از جمله دیگر کشورهای موجود در بین این 10 کشور، ترکیه که میزبان میلیون ها آواره سوری است، تاجیکستان، روسیه و افغانستان هستند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 4 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شبکه‌های خبری پاکستان، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری امروز چهارشنبه در منطقه وزیرستان شمالی واقع در استان خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور را بر عهده نگرفته است. مسئولان پاکستانی اعلام کردند که مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را مقابل پست ایست و بازرسی نیروهای امنیتی منفجر کرد که طی آن 4 نفر از نظامیان پاکستانی جان خود را از دست دادند. حمله انتحاری علیه نیروهای امنیتی پاکستان تنها 1 روز پس از یورش عناصر تروریستی به یک پالایشگاه میعانات گازی در توابع شهر هنگو در شمال غرب پاکستان صورت گرفت. در این حمله 6 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. پلیس پاکستان از احتمال دست داشتن گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP در حمله به این پالایشگاه که در قالب یک پروژه مشترک با مجارستان فعالیت می کند خبر داد. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه 2 خرداد با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سدهای کمالخان و کجکی، سخنان امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان مبنی بر کمبود آب در سدهای افغانستان را رد کرد. ایران مدعی است که بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای، طبق ارزیابی داده های این تصاویر با استفاده از نرم افزارهای بین المللی 80% از مخزن پشت سد کجکی پر از آب است و همچنین پشت سد کمالخان نیز به اندازه کافی آب وجود دارد. از سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان 2 روز پیش در واکنشی گفت که ایران به جای سر و صدا باید از طریق گفتگو برای حل معضل آب تلاش کند. به تأکید کرده بود افغانستان به موافقت نامه حقابه ایران از رود هیرمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی و کاهش بارانها آب کافی در سدهای افغانستان وجود ندارد. شورای ملی ائمه جماعت استرالیا با توجه به سیاستها و قوانینی که توسط دولت بهاراتیا ترویج شده است، نگرانی عمیق خود را از سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به استرالیا ابراز داشت. گفتنی است مودی قوانین و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به طور سیستماتیک علیه مسلمانان میباشد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تعصبات موجود در دولت ملی‌گرای هندو BJP به نهادهای مستقل دیگر مانند پلیس و دادگاه نفوذ کرده است، تا آنجا که گروه های ملیگرا برای تهدید، آزار و حمله به اقلیت های مذهبی بدون مجازات ها رها می شوند. علاوه بر این، از زمان روی کار آمدن دولت مودی، رهبران BJP
بارها در سخنرانی ها و مصاحبه های خود اظهارات ملی گرایانه و ضد مسلمانان هندو را بیان کردند. ممنونم از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار. از یکی از دوستان شنیدم که گفته بود رفته بودم سربازی و از رئیس پادگان درخواست مرخصی کرده بودم و رئیس پادگانم با تحقیر من گفتش که برو بشین پای تلویزیون، اگر تونستی زیرنویسه که توی تلویزیون پخش میشه رو با دستات نگهداری منم بهت مرخصی میدم. منم اونقدر فشار روحی روم ایجاد شده بود که مثل دیوونه ها رفتم پای تلویزیون نشستم و شروع کردم با دستم این زیرنویس ها رو نگه دارم. خب هر کسی یک تحملی داره. تصور بکنید بعد از 10-15 سال زندگی در کانون گرم خانواده و تحصیلات و درس و بحث، 2 سال از عمرت رو دقیقاً وقتی که میخوای شکل بگیری، شاکله وجودی تشکیل بشه، وقتی که هدف دار شدی و میخوای به اهدافت برسی، 2 سال از عمرت رو باید بری جایی که 4 صبح با استرس و ترس بلند میشی و تحقیر میشی، جایی که هیچ معلوم نیست انگیزشون چیه، هدفشون چیه، جایی که مدام اونجا همه چیزت از افکار و اهدافت سرکوب میشه. بعد از این 2 سال که اینقدر سرکوب شدی و اذیت و آزار از شکنجه های روحی دیدی، به چه منظور این 2 سال رو گذروندی؟ تمام ادله‌هایی که میارن ختم میشه در یک چیز که معروفه، میگن بچه باید بره سربازی تا مرد بشه. خب این یک توهین به مردم ایرانه، توهین به نسل جوانه. میلیون ها نفر از اعم از مراجع و اندیشمندان و کسانی که مشغولند در حوزه‌های مختلف، سلبریتی ها، ورزشکارا، اینا سربازی نرفتن، همشون نامردن. نشانه مردانگی اینه که بری زیر دست و بال کسی و تحت نظر کسی باشی که هیچ معلوم نیست هستن کی درس خونده، انگیزش چیه، کی هست، چی هست. حالا برفرض سلمنا برن مرد بشن به چه جهت؟ تو این 2 سال قراره پولی رو چیز بکنن، جمع بکنن، سرمایه بیشتری کسب بکنن؟ ابدا. تو این 2 سال درس میخونن، علمی کسب میکنن؟ خنده داره. تو این 2 سال قرار خودشون و شهوتشون رو سرکوب بکنن؟ آمار تجاوز خیلی زیاده و خودکشی ها همینطور. نه، تو این 2 سال شما فقط سختی میکشی جهت یک امر، اونم مطیع بودن. به چه جهت؟ به این جهت که وقتی وارد جامعه شدی، وارد کشور شدی، اختلاس دیدی؟ هیچی نگی. اگر وارد جامعه شدی بیکار بودی، سکوت کنی. شما مطیعی، صبر و تحملت بالا رفته، سختی زیاد دیدی. حالا اون کسایی که میخوان سربازی برن بشینن واسه خودشون مثبت و منفی بکنن که چه منافع و چه معایبی داره، بعد تصمیم بگیرن. نظر کاربران سوشیال مدیا رو ببین. شیخ مسعود نوشته آیا میدانید در اسلام سربازی اجباری نداریم؟ پس ای پیامبر در راه خدا بجنگ و این جز بر خودت تکلیف و اجبار نیست و فقط مؤمنین را تشویق به شرکت در جهاد و جنگ کن. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف و الا نفسک و حرر المؤمنین.
دیگری نوشته استخدام نیروی ضد شورش و آموزش حرفه‌ای به آنها، سربازی اجباری و آموزش غیر حرفه‌ای برای دفاع از میهن. فرشاد هم نوشته اگه یه روز قانون سربازی اجباری لغو بشه، کادریهای نیروهای مسلح و انتظامی دچار افسردگی شدید میشن و تحمل بیشترین اعتراض رو میکنن و یحتمل بیشترین اعتراض رو میکنن. کسی که خدمت رفته میگیره چی میکنن. محسن برهانی هم طبق استوری که گذاشته نوشته ای کاش آنانی که سربازی اجباری را مقدس معرفی میکنن کمی فکر کنن بر اساس کدام منطق شرعی و عقلی این دسته های گل را در معرض پرپر شدن قرار دادن. ای کاش به انتخاب انسان ها احترام بگذاریم. این شهدا انتخاب کردند یا اجبار شدند. شما نوشته بوغزاده های شما برن کانادا فیلتر شکن بفروشن به مردم، بچه های مردم برن لب مرز از شما بوغ ها دفاع کنن. علی نوشته موتور سربازی اجباری با سرعت داره روح و جان جوان ها رو میگیره، اون وقت نماینده ها و دولتی ها چند ماه دارن پوز میدن میخوان سربازی اجباری رو بازنگری کنن. اگه تا الان پسر یه مدیر میانی یا پسر مسئول رد پایین تو سربازی یه زخم برداشته بود، میدیدی که با سه فوریت سربازی اجباری اصلاح میشد. یعنی نوشته بچه مشترک بیشتر کشورهایی که سربازی اجباری دارن جالب است. فقدان آزادی سیاسی و اقتصادهای ضعیف روی دیگر سکه این کشورها فیلترینگ اینترنت است. به جز یک یا دو کشور، سایر کشورهای این لیست تنش بسیار بالایی با غرب دارند و متمایل به سوریه و روسیه و چین هستند. نتیجه میگیریم که چند نقطه. سجاد هم نوشته از کی تا حالا فرستادن جوانی به زور و اجبار بدون آموزش و امکانات دفاعی به لب مرز برای جنگ با تروریست اسمش شده شهادت برای وطن و عمیق‌ترین معنای زندگی. این گروگانگیری و یکی از بدترین جنایت‌ها علیه بشریت است. اینا شهید نشدن بلکه به زور و اجبار کشته شدن. آخری هم نوشته بچه های مردم لب مرز، بچه های خودشون اونور مرز. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، سربازی خدمت موقت و بدون استخدام دائمی در نیروهای مسلح ایران است. در شماری از کشورها شامل زنان هم می شود. در مقیاس جهانی این نوع خدمت رو منسوخ شده می دانند. بین 193 عضو ملل متحد در 120 کشور سربازی به طور کلی ملغا شده است. تنها در 16 کشور مانند کوبا، کره شمالی، آنگولا، اوگاندا، ترکمنستان و سوریه شکلی از سربازی اجباری رایج است. بنیاد نیروی انسانی ارتش‌ها در بسیاری از کشورها، حتی حکومت‌هایی مانند عراق و هند و چین، بر سربازی اختیاری و یا حرفه‌ای تشکیل شده. به اغلب احتمال ایران تنها کشوری است که سربازی تنها برای مردان اجباری بوده و زنان از آن معاف هستند. به هر روی طرح خدمت سربازی اجباری در جهان منسوخ شده است و تنها در شمار معدودی تا کنون پابرجا مانده است. سربازی اجباری در ایران سمبل تبعیض و نابرابری اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه است. این در حالی است که 1400 سال قبل اسلام علوی نه به تبعیض گفت و نه به بی‌عدالتی.
امروزه بسیاری از فعالان حقوق بشر و اندیشمندان سربازی اجباری را نیز مانند حجاب اجباری سیاستی شکست خورده و جامعه ستیز می دانند و محصول حکمرانی اراده گرایی که می خواهد جامعه را به زور قدرت حاکمیت و میل خود بسازد و مهندسی کند. معلوم نیست چقدر دیگر باید هزینه های گزاف و جبران ناپذیری از جنس مرگ نیروی انسانی جوان بر جامعه تحمیل شود تا حاکمیت خطا بودن سیاست سربازی اجباری را بپذیرد و آن را اصلاح کند. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، شما نیز مانند دیگر شهروندان ایرانی مطالبه گری در این زمینه را از حاکمیت ادامه دهید. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.